گروه سیاسی شبکه خبر تقدیم می کند. پایانی بر پایان. حقو هم بر شما این است که شما پاتو کفشش نکنید. ما کاره دیگه هم داریم، ما همه انرژی رو اینجا صرف نکنیم. قرار است برویم بجنگیم. پیروزی انقلاب مردمی ایران در بهمن 57 بستر تغییرات وسیع و بنیادی در جامعه گردید و همین مسئله خود بهانه ای شد تا افراد سودجو و منفعت طلب سودای اغوای مردم را سر دهند. مردم به دنبال بهترین ها برای سپردن سکان حرکت کشتی حکومت بودند. رجوی که ارتباطش با سواک و لو دادن اعضای سازمان او را از مرگ نجات داده بود، هیچگاه همراه و یار مردم نگردید و همواره در اندیشه پیش بوده اهداف پلید خود. در دوره انقلاب مشخصاً سازمان همیاری میکرد، همیاری عملی میکرد، نه تئوریک، با کل انقلاب. این که میگم همیاری عملی نه تئوریک به این معناست که بعدها به ما یه تحلیل رسیده بود که حرکت مردم در 22 بهمن یک انقلاب نیست، یک قیامه. و فرقش رو در این رابطه به این شکل توضیح میدادن که مردم اون شرایط، اون زمینه‌های عینی توشون فراهم شده بود تا حرکت کنن، ولی رهبریت نداشتن. در اینجا نقشی که رهبرمون امام داشت دقیقا حذف شده بود و به این ترتیب که بعد از پایان انقلاب هم انقلاب سردرگم مونده و نمیتونه پیش بره. البته بهتر اینجا اشاره کنیم که این مجاهدین همسال مجاهدین بودن که سردرگم مونده بودن، نمیتونستن پیش برن. بعد از پیروزی انقلاب فضایی که در واقع شور و شوق و در این حال فضایی به نوعی به هم ریخته‌ای که ما پس از پیروزی انقلاب شاهدیم و طبیعتاً نیاز به زمان هست تا این فضا منسجم و منظم بشه و دوباره یک ساختار جدیدی حاکم بشه، سازمان مجاهدین خلق از این در واقع فضا حد اکثر سوء استفاده رو کردن. در قبل انقلاب، ده و بهوی انقلاب، داهیه مخالفت با امپریالیسم و استکبار جهانی داشتن و در اون مقطع ما می‌بینیم حتی بسیاری از فرماندهان نظامی و مستشاران آمریکایی رو اینها ترور می‌کنن. لذا بعد از اینکه انقلاب اسلام پیروز میشه و می‌بینن که اینها توی خاستگاه انقلاب هم هیچ جایگاهی پیدا نمی‌کنن، حرکت‌ها و سمت سو و سیاست خودشون به سمت مسلحانه شده می‌رن. از این جهت ابتدای پیروز انقلاب اینها خیلی جاها اومده بودن که بیان در نهادها شرکت بکنه، اما هر جا رفتن هیچ اقبالی از ناحیه مردم به اینها نشون داده نشد. مسعود رجوی و گروه همپیمانش که سخت به دنبال یافتن پایگاه مردمی بودند، راهکارها و شیوه های گوناگونی را برای رسیدن به قدرت آزمودند. از شرکت در انتخابات گرفته تا جذب و سازماندهی نیروهای داوطلب که این امر بیشتر در بین جوانان صورت می گرفت. فعالیت تیمی ما وقتی که مسئله انتخابات مطرح میشه و کاندیداتوری اعضای سازمان در تهران در شهرستان ها، فعالیتمون به اصطلاح اوج میگیره. البته در اون موقع من خودم تو تیم یکی انجمنمون بودم. فعالیتی که در ادامهش میکردیم، یعنی به طور مشخص میرفتیم توی مردم و پخش تراک، پوستر گرفتن، پلاکارد، پلاکاردهای دستی، انواع اقسام تبلیغات و غیره، تمام اینها به اصطلاح چیزهایی بود که به وسیلهش میخواستیم این تلقین فکری رو به مردم القا کنیم که
به کی رأی بدن و الحمدلله مردم ما نگرفتن، چرا که 22 بهمن رو گذرونده بودن، انقلاب اسلامی رو گذرونده بودن و مهمتر از همه رهبر داشتن. لجوی که به عنوان سرکرده سازمان شناخته می شد سعی در تصدی مناصب حکومتی داشت که همواره با استقبال سرد مردمی مواجه می گردید. از این دست می توان به عدم موفقیت رجوی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز رد صلاحیتش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد. شاهد بودش که مردم تماما هم رهبری امام رو دارن و هم این که اعتنایی به اونا ندارن و از طرف دیگر این که مردم اساسا چیزی جز اسلام نمیخوان. این مسئله برای سازمان خیلی گران بود، به هیچ وجه نمیتونست پیشبینی چنین وضعیتی رو کرده باشه و نمیتونست این وضعیت رو بپذیره. بنابراین آمد دقیقا منافقانه برخورد کرد، به این ترتیب که آمد گفتش که مثلا ما هم رهبری امام رو قبول داریم، ما هم مسلمانیم، ما هم با این انقلاب هستیم. با این شعارها طبعا یه تعدادی از جوانها و بچه های بسیار کم سن و سال حتی مثلا 13-14 ساله رو آرام آرام اینو جذب کردن و سازماندهی کردن و کارهایی که بعدا انجام شد. عناصر سازمان نفاق با انواع حربه ها و راهکارهای خود و با توجه به احساسات پاک جوانان انقلابی به اقوای جوانان می پرداختند و با شعارهایی نظیر اسلام راستین با خط فکری مردم مبارزه می کردند. اون موقع نسبت به امام خمینی تعصب داشتیم، وارد سازمان که می شدیم اونا هم زیرکانه اول می اومدن به اصطلاح از امام دفاع می کردن، بعد کم کم که تو تشکیلاتشون میرفتیم یه مقدار که حل میشدیم میومدن دیگه رو کراس هرچی نظرشون در مورد امام بود میگفتن. از اون اول که هرکی میرفت تو تشکیلات نمیومدن یه دفعه بگم مثلا ما امامو قبول نداریم. به این صورت بحث بعدی مطرح کردن سازمان به اون یکی از چهره های پیشرو انقلاب بود و سازمان سعی میکرد که خودش رو خط اصلی انقلاب نشون بده و سعی کنه که بقیه نیروها رو به نوعی فرع ماجرا به حساب بیاره. با توجه اینکه در تمام اعلامیه ها، بیانیه ها و پیام های خودشون و حتی در تظاهرات های خیابانی که پس از پیروزی انقلاب شکل میگیره، اینها حمایت های همه جانبه خودشون رو از حضرت امام نشون میدن. در پلاکارد های بسیار زیادی تصویر حضرت امام رو میبینیم که سران سازمان یا اعضای سازمان در دست دارن. اما پس از اینکه انقلاب به پیروزی رسیده و در واقع برای ماهیت خودش به دنبال تصویب قانون اساسی هست، میبینیم همین سران سازمان که یک روزی برای حمایت خودشون افرادی رو میفرستن که مشروعیت خودشون رو رهبری داشته باشن، حضرت امام داشته باشن، با اصل قانون اساسی و حتی اصل دوم قانون اساسی که در واقع بحث ولایت فقیه هست به شدت مخالفت میکنن، موضع گیری میکنن، تا جایی که انتخابات رو تحریم میکنن. اینم باز یکی از نگاه های نفاق انگیز و دوگانه سازمان مجاهدین خلق منافقین هستش. عناصر سازمان به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت ندادند و در نشست های درون سازمانی و مصاحبه های خود بر مخالفت با قانون اساسی و مشخصا اصل ولایت فقیه اصرار می کردند. من به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی ندادن، اصلا قبول نداشتن، به این سیستم حکومت جمهوری اسلامی و حکومت روحانیت و این اصلا اعتقاد نداشتن. سیر سریع و پرشتاب تحولات در نظام حکومتی ایران باعث گردیده بود تا تشکل‌های نظیر گروهک رجوی که فاقد محبوبیت و جایگاه مردمی بودند، حیات سیاسی خود را در خطر دیده و به دنبال تحکیم موقعیت خود باشند. شروع جنگ فصل تازه‌ای را در مناسبات و اتفاقات داخلی و خارجی کشور گشود. آتش جنگ سراسر کشور را تا
تحت تأثیر خود قرار داده بود. در آن دوران دفاع از کیان اسلام و انقلاب مهمترین دغدغه مردم و دولت مردان شده بود. در این شرایط که کشور نیاز به حضور مردم به ویژه جوانان در جبهه های نبرد داشت، گروهک منافقین تحت امر رجوی که خود را مدافع اسلام و انقلاب قلمداد می کردند و کنشی انفعالی در قبال دفاع مقدس از خود بروز دادند. عدم حضور عناصر سازمان رجوی در جنگ و مخالفت آشکار با مواضی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه خشم مردم انقلابی را برانگیخت و چهره نفاق گروهک رجوی بر همگان آشکار گردید. سازمان با اون به اصطلاح شیوهی که مطرح میکرد فقط و فقط میخواست خودشو مطرح بکنه، میخواست خودشو جا بندازه و در این جریان به دنبال در واقع گشودن یک جبهه دیگه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی بود تا اونو تضعیف بکنه، تا به خیال خام خودش به زیر علامت سوال ببره. رهبران خائن سازمان خط داده بودن که ماها که نیروهاش بودیم در مناطق جنگی به ارگانهای انقلابی و سایر نهادها رجوع بکنیم و ازشون خواهان گرفتن امکانات یا اجازه برای شرکت در جبهه ها بشیم. تو صحبت ها میگفتن و خیلی هم رسمی و مشخص که به اصطلاح جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره در مقابل یه چنین رجوع ما، یا حاضر میشه که ما رو با هویت مستقل در جبهه ها شرکت بده که در این صورت ما به اهداف خودمون رسیدیم و تونستیم خودمون رو طرح بکنیم، خودمون رو جا بندازیم و به طور نسبی جمهوری اسلامی رو به زیر علامت سوال ببریم. بعد اینجا بچه سوال میکردم، میگفتن اگر موضع سازمان اینه که تجاوز محکومه پس باید جلوش وایسی، اگر اینو قبول داره پس چرا به بچه ها خط میده که از سربازی رفتن با ما نهد کنن؟ خطی اومده تو سازمان گفتدم به تمام اونایی که هوادارن، هواداره نزدیک تا خیلی تشکیلاتی تو فامیل اینور اونور، بگیم که از رفتن به جبهه خودداری کنن. سربازی رفتن تو این شرایط کمک به امپریالیست ها و همچی مسائل، و اگرم معتقد نیست چرا اینو به صورت یه موضع مشخص تو جامعه مطرح نمی کنه؟ این تحلیلی بود که سازمان میکرد و پشت سرش عملکردهاشو انجام میداد. در اینجا من از رو خود همین نشریاتی که اینجا آوردم مقداری از اون نمونه هاشو که به اصطلاح چاپ میکرد تا نشون بده چقدر ما در جبهه ها هستیم، یا اینکه چقدر به ما این جمهوری اسلامی اجازه نمیده در جبهه شرکت کنیم و صد ما میشه و اینها، نمونه هاشو نشون میدم تا مسئله بیشتر برای بینندگان عزیز روشن بشه. تو همون بیانیه‌ای که گفتم و نشون دادم، بیانیه فوق‌العاده شنبه 10 آبان ماه 59، مطالبی رو چاپ کرده. مثلا اینجا بخواییم نشون بدیم، صحبت از یه سری از اعلام حمایت ها و آمادگی ها میکنه که توی مناطق جنگی به اصطلاح اینها از ما حمایت کردن و پس نشون میده که ما در جبهه ها داریم خلاصه می جنگیم و فعالیم، و یه سری مدارکی که به ارگان های مختلف رجوع کردیم و مستقل از اینکه اونا چه جواب ما دادن چاپ کردن اونها که پس ثابت کنه ما در جبهه ها هستیم، با همون هدفی که گفتم که میخواست با چه هدفی خودشو مطرح کنه در جبهه ها هستیم. و بنابراین درست در همون زمانی که خرمشهر یه مقدارش سقوط کرده بود، آبادان در محاصره تقریبا کامل ارتش متجاوز عراق قرار داشت و حتی از ناحیه ذوالفقاری یکی از محلات اون شهر تهدید به سقوط هم میشد، و در اون زمانی که توطئه‌های مختلف آمریکا پشت سر هم ادامه داشت و به خصوص محاصره اقتصادیش با شدت هرچی تمام‌تر به اصطلاح وجود داشت، ما به دنبال خطهایی که رهبران منافقین داده بودن، کارمون سنگ‌اندازی بر مسیر جمهوری اسلامی، اشکال تراشی، مسئله آفرینی و در راه رشد این انقلاب و خلاصه کارمون تضعیف جمهوری اسلامی بود، و عملاً با این کارمون آب با آسیاب همون امپریالیستا، همون صهیونیستایی می‌ریختیم که مدعی مخالفت با اونها بودیم.